سلام خدمت خانم ها، آقایان و همه عزیزان از هر گوشه صدای من میشنوند. امروز میخوام راجع به شاعری صحبت کنم که 19 سال زندانی کشید و به قول بربچه های ما میگفتن این ژان والژان شعراست، چون ژان والژان قهرمان بینوایان ویکتور هوگو هم 19 سال زندانی کشید. اون باز یه نون دزدیده بود که به جرمش 19 سال زندانی کشید. این بدبخت هیچی ندزدیده بود، فقط ازش میترسیدن، چون هم دستی به شمشیر داشت و هم دستی به قلم. در روزگار زندگی میکرد که سلجوقیا حکومت غزنویا رو مورد هجوم قرار داده بودن و میترسیدن این با سلجوقیا گاوبندی کنه. شمشیرزن هم هست علیه غزنویا بلند بشه، عصیان کنه. درباره او خیلی مطلب گفته شده، نوشته شده. خودش درباره زندگیش میگه: تاری از موی من سپید نبود، چون به زندان فلک مرا بنشاند. موندم من در بلا و غم چندان، که یکی موی من سیاه نموند. در بعضی از نسخه ها هست موندم اندر بلاد غم چندان، که یکی موی من سیاه نموند. کسی نیست که با شعر و ادب سر و کار داشته باشه، ولی مسعود سعد شاعر حصار نای، شاعر چیردست رو نشناسه و از قصاید جانسوزش استفاده نکرده باشه. پدر مسعود سعد از عمال دیوانی غزنویان بود و در دستگاه آنان در حدود 60 سال خدمت کرد و اصلش از همدان بود. آغاز کار مسعود سعد مقارن بود با عصر پادشاهی سلطان ابراهیم، پسر سلطان مسعود غزنوی، یعنی پسر سلطان محمود میشه. از 450 تا 492 حکومت کرد این پادشاه. آنطور که در تاریخ میخوانیم، سلطان ابراهیم توانست اوضاع آشفته دولت غزنوی را که بعد از غلبه سلجوقیان بر سلطان مسعود پیش آمده بود تا حدی اصلاح کند و با سلجوقیان رابطه مسالمت‌آمیزی در پیش بگیره. و به خاطر استحکام این دوستی، دختر خود را به پسر الوب ارسلان و دختر او را به یکی از فرزندان خیش داد. بعد از وصلت توانست نفسی به راحتی بکشه و محیط آرامی برای حکومت خودش به وجود بیاره. وقتی خاطرش از کشمکش‌های سلجوقیان آسوده شد، پسر ارشد خود سیف الدوله محمود را به فرمان فرمایی هندوستان فرستاد. مسعود سعد در دستگاه سیف الدوله محمود دارای مقام ارجمند گردید، زیرا علاوه بر طبعی غرا دستی نیز به قبضه شمشیر داشت و در ردیف عمرای بزرگ و فرماندهان شجاع در نبردهای روزگار خیش شرکت می‌کرد. در این دوره از پدر خیش و مادر و فرزندان خود نیز سرپرستی میکرد. کاخی رفیع در لاهور بنا کرده بود که ابوالفرج رونی درباره آن شعری ساخته و مسعود سعد نیز به آن جواب داده بود. غرض، روزگار سعادت مسعود دیر نپایید. دشمنان او از اون از سلطان ابراهیم بدگویی کردند. حالا این بدگویی چه بوده ما نمیدونیم. خیلی آشکار است که سلطان ابراهیم از مردی چون مسعود سعد که به قول خود او میگه کند شد مرگ راز من دندان، تیز شد رزم راز من بازار، به یکی حمله من افتادی خیلی دشمن ز 6000 بشست. به این دلیل ازش وحشت داشت سلطان ابراهیم،
زیرا او قلم و شمشیر را با هم داشت. مثلا اگر به سلجوقیان پناه می برد و از آنجا بر علیه سلطان به لشکرکشی می پرداخت، آرامشی را که سلطان با تلاشی بی حد فراهم آورده بود به هم می خورد. به سرنوشت آن نیز نامعلوم بود. هرچند بعید به نظر می رسد که مسعود به این اندیشه افتاده باشد. در هر صورت طور سلطان ابراهیم را نسبت به او زنین کردند که بساطت وزرا به عمرا هیچ فایده ای نکرد و مسعود که برای شکایت از دشمنانش که املاک او را غصب کرده بودند به غزنین آمده بود، در همون جا گرفتار شد و در تذکره ها تهمت زننده را ابوالفرج رونی می دانند. به دلیل آن نیز بیتی است که در دیوان مسعود سعد خطاب به او وجود دارد. میگه بوالفرج شرم نایدت که ز خوبس در چنین حبس و بندم افگندی. این یکی از ابیاته. در دیوان ابوالفرج رونی قطعه ای هست که شخص مغروری را مخاطب قرار داده و به او میگوید تو دبیر پیشه هستی، خود را امیر مپندار، دشمنانت را حقیر مشمار، اینان مترصد هستند، زمانه تو را از پای در آورد تا سنگی بر سر تو زنند. حد زده می شود که مخاطب او مسعود سعد است. خلاصه به فرمان سلطان ابراهیم مسعود سعد دستگیر شد. اول در دهک در خانه او را تحت نظر گرفتند، ولی چون آنجا می توانست با آشنایان خود دیدار داشته باشد، برای سختگیری بیشتر او را به قلعه سوکه که بر کوهی بلند و مکانی اپن قرار داشت بردند. در این زندان پاهای او نیز در زنجیر بود که میگه گسسته بند دو پای من از گرانی بند، ضعیف گشت تن من ز مهنت البان. در این دو زندان مدت 10 سال اسیر بود. با آنکه قصایدی در مدح سلطان ابراهیم و وزرای او ساخت و واسطه های فرستاد، سلطان به آزادی او رضایت نداد. نظامی عروضی در 4 مقالهش می نویسه در جمله آن آزاد مرد در دولت ایشان همه عمر در حبس به سر برد، به این بدنامی در خاندان ایشان بماند. من بنده اینجا متوقفم که این حال را بر چه حمل کنم، بر ثبات رأی یا بر غفلت طبع یا بر قساوت قلب یا بددلی. در جمله ستوده نیست و ندیدم هیچ خردمندی که آن دولت را بر این حزم و احتیاط محمدت کرد. وقت باشد که من از اشعار او همی خوانم، موی بر اندام من برخیزد و جای آن بود که آب از چشمم برود. به جمله این اشعار بر آن پادشاه خوندند و او بشنید و بر هیچ موضع او گرم نشد، یعنی دلش به درد نیومد. مسعود سعد در این ربایی که برای سلطان ابراهیم فرستاده میخواهد به سلطان ابراهیم بفهمانه که غرضی نداره و به او وفاداره. میگه در بند تو ای شاه ملک شه باید، تا بند تو پای تاجداری ساید. اون کس که ز پشت سعد سلمان آید، گر زهر شود ملک تو را نگذاید.
ولی نظامی عروضی معتقد است که سلطان ابراهیم پسر خود را نیست که حاکم هندوستان بود معزول و دستگیر کرده بوده. مسعود سعد 10 سال در زندانهای مختلف در دوره سلطان ابراهیم زنجیری بود تا عاقبت به پایمردی عمیدالملک عمادالدوله از قلعه نای نجات یافت و در حدود سال 490 که 2 سال بعد از آزادی او شاه وفات کرد. بعد از سلطان ابراهیم سلطنت به پسرش علاءالدوله مسعود سوم میرسد. مسعود سعد در این دوره نیز روزگاری با دستگاه دولتی همکاری داشت. در فتح چالندر با سپه سالار بونصر فارسی همراه بود و پس از فتح حکمرانی آنجا به او واگذار شد. در این دوره نیز چند سباهی زندگی را به خوشی گذراند، ولی صراحت و پاکدامنی، همت بلند و عدم تمکین او باعث شد که دشمنانش به تحریک برخیزند و باز از او نزد سلطان بدگویی کنند که میگه وداع کرد مرا دولت نکرد سلام، فراغ جست ز من پیش از اون که بود وصال. اول از حکومت چالندر معزول میشه، بعد املاک او را تصاحب میکنن. وقتی بره دادخواهی به غزنین اومد، سلطان مسعود او را فضول شمرد و حکم به حبسش داد. این بار در زندان مرنج در بند میشود. دوره دوم زندانی بودن او را نظامی عروضی 8 سال مینویسد، ولی مسعود سعد در قطعه به ابوالفرج رونی میگوید مر تو را هیچ شرم نامد از آنک 19 سال بودم بندی؟ با این حساب 9 سال در زندان مرنج بود. وقتی از زندان مرنج رهایی پیدا کرد 62 سال از عمرش گذشته بود. مسعود سعد فقط در دوره بهرامشاه زندگی آسوده‌ای داشت. اون هم درد و رنج پیری او را راحت نمی گذاشت، تا اینکه در سال 515 هجری یعنی در اوایل قرن ششم در 80 سالگی زندگی را بدرود گفت. مسعود مورد احترام شعرای معاصر خیش بود. سنایی دیوان او را جمع آوری کرد. رشید وطوات و دیگران همه با چشم احترام به او می نگریستند و در شعر از او به خوبی یاد می کردند، ولی تا او زنده بود با زندانها و زنجیر سر و کار داشت. به همین علت در اشعار او اصالتی وجود دارد که توصیف آن برای دیگران میسر نیست. او با گوشت و پوست و خون خود گرسنگی و سرما و گرما را حس می کرد. به این دلیل کلامش بر دل می نشیند. او یکی از قصیده سرایان بزرگ زبان فارسیه که زندگیش بیشتر در قرن پنجم گذشت. قصاید حبسیه مسعود سعد هر یکی از یکی دیگه سوزناکتره. ملک و شعرای بهار که او هم خودش رو مسعود سعد روزگار می دونسته، چون او هم مرتب زندان می رفت، قصاید مسعود سعد رو استقبال کرده. استقبال یعنی این که بر همون وزن و همون قافیه که شاعر ساخته این هم یک قصیده بسازه. اینجا هست که بهار قدرت خودش نشون میده و ده خدا میگه که 7 قرن ایران شاعری مثل بهار ندیده، برای اینکه واقعا قصاید بهار با مسعود سعد که بزرگترین قصیده پرداز و قصیده ساز زبان فارسی هست یک مو نمیزنه. Hello, I'm George Lucas, the general manager of Eurotech. At Eurotech, we can provide A to Z service for your automobile. Mechanical repair, collision repair, detailing, towing, we can provide every service that your car may need.
Our newest facility, which is our mechanical facility, is fully equipped with all the technology and tools that our technicians need to fix your car right the first time. Our shop foreman, who is also a Master Guild certified technician with over 25 years of Mercedes experience, supervises our entire mechanical facility personally. For technical and training purposes, we receive updates daily from Mercedes and other manufacturers. Eurotech customer service is our number one priority. Having both good customer service and great technical ability, we can make sure that as a customer you understand your repair. We take our time to explain all the details of the repair so you're more comfortable with that repair. We give the customer the option of what kind of parts would they like to use on their car, if they want to stick with factory parts or if they want another option just to save money, depending on their financial situation. Because our employees are not commission-based, there's no pressure to push any unneeded services that you may or may not need. When we say Eurotech Complete Auto Care, it means that we can provide anything that your car may need service-wise. All of the services at Eurotech are done in-house without markups or sublet fees, unlike other shops or dealers, so we can extend that savings to the customer. Eurotech was the first collision facility certified by Mercedes-Benz in Northern California. حصار نای که از قلعه های استوار در دولت غزنویان بود به مخصوص زندانیان سیاسی بود، جایی بود که حدود 9 سال روز مسعود صد در اونجا بوده. حصار نای از همینجا معروف شده. به قصیده مسعود صد توصیف این قلعه است که من قصیده مسعود سعد رو میخونم و استقبالی که بهار از این قصیده کرده تا ببینیم چقدر شبیه، یعنی قدرت بهار تا کجاست. اول قصیده حصار نای مسعود سعد میگه: نالم به دل چون نای، منم در حصار نای، پستی گرفت همت من زین بلند جای، آرد هوای نای مرا ناله های زار، جز ناله های زار چه آرد هوای نای، گردون به درد و رنج مرا کشته بود، اگر پیوند عمر من نشدی نظم جان فزای، نی نی زهسن نای بیفزود جاه من، داند جهان که مادر ملک است حسن نای، من چون ملوک سرز پلک برفراشته، زی زهره برده دست و به مه برنهاده پای، از دیده گاه پاشم درهای قیمتی، و از طبع گه خرامم در باغ دلگشای، نظمی به کام من در چون باده لطیف، خطی به دست من در چون زلف دلربای، امروز پست گشت مرا همت بلند، زنگار غم گرفت مرا طبع غم زدای، از رنج تن تمام نیارم نهاد پای، و از درد دل بلند نیارم کشید وای، بر من سخن ببست بر من سخن ببست، نبندد بلی سخن، چون یک سخن نیوش نباشد سخن سرای، گردون چه خواهد از من بیچاره ضعیف، گیتی چه خواهد از من درمونده گدای، گر شیر شرزه نیستی ای فضل کم شکر، و از مار گرزه نیستی ای عقل کم گرای، ای مهنت ار نکوه شدی ساعتی برو، وی دولت ار نباد شدی لحظه ای بپای، ای بی هنر زمانه مرا پاک در نبرد، وی کور دل سپر مرا نیک برگرای، ای روزگار هر شب و هر روز، ای روزگار هر شب و هر روز از حسد
ده چه ز مهنتم کنو ده در ز غم گشای. ای روزگار هر شب و هر روز از حسد ده چه ز مهنتم کنو ده در ز غم گشای. در آتش شکیبم چون گل فرو چکن، بر سنگ امتحانم چون زر بیازمای. ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور، وی آسیای چرخ تنم نیکتر ربای. وی آسیای چرخ تنم نیکتر بسای. ای دیده سعادت تاری شو و مبین، وی مادر امید ستربن شو و مزای. ای تن جزع مکن که مجازیست این جهان، وی دل غمین مشو که سپنجیست این سرای. گر عز و ملک خواهی اندر جهان، مدار جز صبر و جز قناعت دستور و رهنمای. این تقریبا بیشتر قصیده مسعود سعد سلمان بود. بهار همین وزن در همین قافیه قصیده‌ای داره به نام در سکوت شب. این رو در 1301 ساخته، یعنی تازه پهلوی اومده روی کار، بگیر و ببندها شروع شده. میگه آشفت روز بر من از این رنج جانگزای، بخشای بر من ای شب آرام دیر پای. ای لکه سپید ز مغرب برو برو، وی کله سیاه ز مشرق برا برای. ای عصر زرد خیمه تزویر برپکن، وی شب سیاه چادر انصاف برگشای. من خود به شب پناه برم ز ازدحام روز، دو گوش و چشم بسته ز غولان هرزلای. چون بر شود ز مشرق تیغ کبود شب، مغرب به خون روز کشد دامن قبای. زاشوب روز وار همان در سکوت شب، با فکرتی پریشان با قامتی دوتای. چون آفتاب خواست کشد سر ز تیغ کوه، چونان بود که بر سر من تیغ سرگرای. گویم شبا به صد گوهر آبستنی، بلیک چندان دو صد ز دیده فشانم تو را مزای. ای تیغ کوه راه نظر ساعتی ببند، وی پیک صبح در پس کوه لحظه‌ای بپای. با روز دشمنم که شود جلوه‌گر به روز، هر عجز و نامرادی و هر زشت و ناسزای. من برخی شبم که یکی پرده افکند بر قصر پادشاه و به سرمنزل گدای. دهر هزار رنگ نمایان شود به روز، با جلوه های ناخوش و دیدار بدنمای. گوش مراد را خبر زشت گوشوار، چشم امید را نگه شوم سرمسای. اون نشنود مگر سخن پست نابکار، این ننگرد مگر عمل لغب نابجای. فریادش از روزنامه های روز. لعنت به روز باد و بر این نامه های روز، بین رسم جاش خواهی و این قوم جاش خواهی. ناموس ملک در کف غولان شهر ری، تنظیم ری به عهده دیوان تیر رای. قومی همه خسیس و به معنی کم از خسیس، خلقی همه گدای و به همت کم از گدای. یک سر عنود و بر شرف و عز گشاده دست، مطلق حسود و بر زبر حق نهاده پای. We'll be right back.
هر بامداد از دل و چشم و زبان و گوش تا شامگاه خون خورم و گویم ای خدای، از دیده بی سرشک بگریم به زار زار و سینه بی خروش بنالم به های های، اشکی نو گذشته ز دامان سرشک خون، بانگی نو گذشته ز کیوان فغان وای، بیتی به حسب حال بیارم از اون چه گفت مسعود سعد سلمان در آن بلند جای، گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر پیوند عمر من نشدی نظم جان فزای، مردم گمان برند که من در حصار ری مسعودم و ستاره سعد است رهنمای، دانت خدای کسل سعادت بود اگر مسعودوار سر کنم اندر حصار نای، تا خود در این کریچه مهنت به سر برم یک روز تا به شام بدین وضع جنگزای، چون اندر این سرای نباشد به جز فریب اون به که دیده هیچ نبیند در این سرای. این دوتا قصیده ای بود که یکی مال مسعود سعد بود، یکی بهار در استقبال از قصیده او ساخته بود، هر دو در زندان. قصیده دیگری باز هست که بهار از مسعود سعد استقبال کرده. قصیده مسعود سعد خیلی بزرگه ولی علائم پشیمانی درش هست. میگه از کرده خیشتن پشیمانم، جز توبه ره دیگر نمیدانم، کارم همه بخت بد بپیچاند بر خیره سخن همی چه پیچانم، غولیست کریه روی دژوانم. ولی این قصیده رو بهار استقبال کرده، اون هم باز در زندان. میگه تا بر زبر ری است جولانم، فرسوده و مستمند و نالانم، هزل است مگر سطور اوراقم، یا وست مگر دلیل و برهانم، یا خود مردی ضعیف تدبیرم، یا خود شخصی نحیف ارکانم، یا همچو گروه سپلگان هر روز از بحر دونان به کاخ دونانم، پیمانه کش رواق دستورم، دریوزگر سرای سلطانم، اینها همه نیست پس چرا در ری سیلی خور هر سپیه نادانم، جرمیست مرا قوی که در این ملک مردم دیگرند و من دیگر سانم، از کید مخنثان نیم ایمن زیرا مخنثی نمیدانم. نه خیل عوام را سپهدارم، نه خان خواص را نمکدانم، بر سیرت راد مردمان زین روی در خانه خیشتن به زندانم، یک روز کند وزیر تبعیدم، یک روز زند سپیه بهتانم، دشنام خورم ز مردم نادان زیراک هنربر و سخندانم، زیرا به سخن یگانه دهرم، زیرا به هنر فرید دورانم، زیراک به نقش بندی معنی سیلابه روح بر برق رانم، زیرا پس چند قرن چون خورشید بیرون شده از میان اقرانم، زیرا به خطابه و به نظم و نثر خورشید فروغ بخش ایرانم، زیرا به لطایف و شدایت نیز مطبوع رواق و مرد میدانم، این است گناه من که در هر گام ناکام چو پور سعد سلمانم، پنهانم از این گروه خودگویی من ناصرم و ری است یمگانم، با دزدان چون زیم که نه دزدم، با کشخان چون ببم نه کشخانم،
نه مرد فریب و سرخه و زرقم، نه مرد ریاو و کید و دستانم. چون آتش روشن است گفتارم، چون آب منزه است دامانم. بر فاحشه نیست پایه فضلم، و از مسخره نیست پاره نانم. از مغز سر است توشه جسمم، و از رنج تن است راحت جانم. بس خام ترازی ای عجب گشته است، انگشتان چون ستبر سوهانم. بس راه نوردی ای دریغا هست، دو پاشنه چون دو سخت سندانم. نه دیر غنودند افکارم، نه سیر بخفتند چشمانم. زین گونه گذشت سالیان بر هفت، کم در تعب است هفت ارکانم. گه خسرو هند سود چنگالم، گه قیصر روس کنده دندانم. از نغمت دشمنان آزادی، گه در ری و گاه در خراسانم. به امروز امید ملک شاهنشاه، بسته از زبان گوهرفشانم. فرخ حسن ابن یوسف اون کز غهر، افکنده نگون به چاه کنعانم. تا کام معاندون روا سازد، بسپرده به کام گرگ هرمانم. وین رنج عظیمتر که در صورت، اندر شمر فلان و بهمانم. ناکرده گنه معاقبم، گویی سبابه مردم پشیمانم. عمری به هوای وصلت قانون، از چرخ برین گذشت افغانم. در عرصه گیر و دار آزادی، فرسود به تن درشت خفتانم. تیغ حدثان گسست پیوندم، پیکان بلا بسفت ستخانم. گفتم که مگر به نیروی قانون، آزادی را به تخت بنشانم. به امروز چنان شدم که بر کاغذ، آزاد نهاد خامه نتوانم. ای آزادی، خجسته آزادی، از وصل تو روی بر نگردانم. تا اون که مرا به نزد خود خانی، یا اون که تو را به نزد خود خانم. این قصیده بهار بود که از قصیده مسعود سعد استقبال کرده بود. به اینجا بحث مسعود سعد رو پایان میدم. برای شما روزگار خوبی رو آرزو دارم تا هفته های بعد. تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه، فراتر از مرزها، همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله، اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است. با ما باشید تا همیشه جوان باشید.